نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 29 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با این فراز از زیارت عاشورا لعن الله بنی امیه قاطبه فرمودند: عمر ابن عبدالعزیز قطعا مشمول این فراز از زیارت عاشورا و لعن می باشد، اگرچه عمر ابن عبدالعزیز از برخی زمامداران بنی امیه بدتر نبوده است و دیگران از او بدتر بودند، اما این دلیل بر آن نمی شود که او بد نبوده است، چرا که قصد خلافت کرده و آن را به ائمه اطهار علیهم السلام واگذار نکرده است. معظم الله در ادامه فرمودند: فقط مکرر در روایات و تاریخ ذکر شده که تعدادی از بنی امیه مؤمن شدند که یکی از آنان سعد الخیر بوده است. ایشان همچنین تاکید فرمودند: لذا در میان بنی امیه استثناءاتی وجود داشته، اما عمر ابن عبدالعزیز جزء آن استثناءات نبوده است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. که روایت داره حضرت باقر علیه السلام یه بار دیدنش، ینشد و نشید النساء. ها، به حضرت عرض کرد من عقیدم رو عوض کردم، اما نسبم رو که نمیتونم عوض کنم. نوه مروانه اون دوش گریه میکرد مثل گریه زنها نشید. حضرت فرمودن آها راسته، نسبتو نمیتونم عوض کنی؟ تو روایت اینجور داره: انت امویون، نسبت امویه، نوی مروان هستی، منا اهل البیت قاطبتن، مثل تمام عمومای دیگه یه استثناءاتی داره، یکشم اینه. اما عمر ابن عبدالعزیز استثناء نی. میدونم نه نه استثناست، میدونم. ببین مگه عمومات استثناء نداره؟ ما من عام من الله وقت خص، میدونم عام گفتن، اما نگفتن که استثناء نداره. او امام معصوم دیگه هم فرمودن این سعد الخیر استثناست. علا کلن هر عامیه استثنایی داره، اینم یکیش، چه اشکال داره؟